سلام بر شما من بن سبتی سخنگوی دولت اسرائیل به فارسی اینجا هستم تا اخبار روزانه را به زبان فارسی در اختیار شما قرار دهم می خواهم با اخبار تلاش های نظامی اسرائیل شروع کنم ارتش اسرائیل در حال مراقبت دقیق از جبهه شمالی با نیروهای پیاده، توبخانه، تانک و سایر نیروهای مستقر و آماده باش کامل است فرماندهی شمال وضعیت را به صورت مستمر ارزیابی می کند و در صورت لزوم اقدامات تلافی جویانه و پیشگیرانه را به کار می گیرد. عملیات زمینی در نوار غزه همچنان در حال گسترش است. در طول شب نیروهای ارتش اسرائیل با تروریست ها درگیر شدند و ده ها نفر که در ساختمان ها و تونل ها سنگر گرفته بودند و سعی می کردند به سربازان حمله کنند کشتند. در یک حادثه یک فروند هواپیمای ارتش اسرائیل که توسط نیروهای زمینی ارتش هدایت میشد با بیش از 20 نفر از عوامل تروریستی حماس در داخل ساختمانی متعلق به این سازمان حمله کرد علاوه بر این در چند روز گذشته ارتش اسرائیل بیش از 600 هدف تروریستی از جمله انبارهای تسلیحات دهها مواضع پرتاب موشک ضد تانک و همچنین مخفیگاه ها و مکان های مورد استفاده این سازمان را هدف قرار داد در سرتاسر سر جهان پیشگامان حماس همچنان از همان تاکتیک بازی دروغین استفاده می کنند و غربی ها را برای استفاده از زبان حقوق بشر برای پیشبرد اهداف این سازمان تروریستی ترغیب می کنند. با این حال چیزی به وضوح در افکار عمومی جهان تغییر کرده است. من معتقدم اگر می مقاومت فلسطین را متوقف کنید باید تک تک فلسطینی ها را بکشید. باید بگویم که سازمان شما آن زمان گفت که این یک اقدام مقاومتی در هفته اکتبر بود. این اسلام است. دستهای های بچه های کوچک را پشتشان میبندند. آنها را با بنزین زنده زنده می لطفا لطفاً به من بگویید. مقاومت این است. شما می گویید این یک عملیات نظامی بود اما سطح غیر نظامی کشته شدن بله چون منطقه بسیار وسیع است و درگیری صورت گرفت confrontation. It's not درگیری نیست به خانه ها حمله کردین what but I, I can tell you اما ما هیچ قصد یا تصمیمی برای کشتن غیر نظامی ها نداشتیم کشتن خانواده ها در خواب را چجور... چجوری توجیه می کنین؟ Justify... Want... من میخوام این مساحبه رو متوقف کنم علاوه بر دیویست سی مرد زن کودک نوزاد که از خانه های خود در اسرائیل رو بوده شدند هماس همچنین میلیون ها فلسطینی و سایر اتباع خارجی را در نوار شمال غزه گروگان گرفته است دولت های خارجی از جمله ایالات متحده و بریتانیا هماس را کاملا مسئول این مسئله میدانند به طوری که 600 آمریکایی، 200 انگلیسی و ملیت های بیشماری دیگر در میان غیرنظامیان به دام افتاده و تخمین زده می شوند. استراتژی نظامی حماس متکی بر پنهان شدن در میان جمعیت غیرنظامی است. جایی که از انتقام اسرائیل احساس امنیت می کند. امید این است که فشار بین المللی حماس را وادر کند که سپرهای انسانی اسیر خود را رها کند مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز در جزئیات تماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم سپاسگزاریم